برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. ساختمان جدید مضیف حرم مطهر مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آستانه عید سعید قدیر در صحن حضرت زهرا سلام الله علیها افتتاح شد. گفتنی است این ساختمان ظرفیت پذیرایی بیش از 1000 زائر را در هر وعده قضایی به صورت حضوری دارد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تحت تسلط طالبان در افغانستان اعلام کرده که از ماه اسفند سال جاری تا کنون 151 نفر در سراسر این کشور بر اثر حوادث طبیعی جان باختند. شفیع الله رحیمی، سخنگوی این وزارتخانه روز سه‌شنبه 13 تیر با نشر ویدیویی گفته است که در این حوادث 225 نفر دیگر نیز زخمی شدند. او افزوده که در این حوادث بیش از 2000 خانه مسکونی به صورت کامل تخریب شده و 3279 دام از بین رفتند. گفته شده که بسیاری از این حوادث ناشی از سرازیر شدن سیلاب و طوفان‌های شدید در کشور است. مرکز ملی پیشبینی محیط زیست آمریکا اعلام کرد که 3 جولای امسال که میانگین دمای جهانی 17.1 درجه اندازه‌گیری شد، به عنوان گرمترین روز در تمام جهان ثبت شده است. بر اساس داده‌های این مرکز، دمای 3 سال جاری از رکورد دمای ثبت شده 16.9 درجه سانتیگراد در آگوست 2016 فراتر رفت. یافته‌های محققان بریتانیایی نشان می‌دهد که تحمل گرمای بالا نه تنها که سبب مرگ انسان‌ها می‌شود، بلکه از نظر کشاورزی نیز می‌تواند ویرانگر باشد و اثرات مخربی مانند افزایش خطر آتش‌سوزی را در پی داشته باشد.